شاهزاده برور هستم در سمرقند. آسمان آبی، یک لکه ابر هم نمیبینی. با نسل آینده ازبک و تاجیک برنامه را آغاز میکنیم. نوازندگان دیگر ننوازند. اون چه که میبینید و میشنوید مهمانی گشایش یکی از بزرگترین جشنواره های آسیا است، جشنواره ترانه شرق که 12 دورش با این مهمانی در حاشیه شهر باستانی سمرقند که پایتخت فرهنگی ازبکستان هست آغاز شد. تمام این محوطه در انتظار مهمانانی هستش که از سراسر دنیا آمدن، هم خبرنگارن، هم مهمان ویژه و هم هنرمندان. از ایران هم اینجا هست، از افغانستان اینجا هست، حتی من دیدم از کشورهای اروپایی، از جاوه قرار گروه موسیقی باشه که میان در اینجا یک شمه ای از ازبکستان، سمرقند، شهر سمرقند و بخارا اینجا تجربه میکنن. شما چند سالتان است؟ چند سالتان؟ 71 71 73 نه 73 شد. به به خانم 8 years old. صداقت 5 کیلو دست از سمرقند شهر. میخونم برام؟ خونم سپاس شما. سنم زار بزارت شوامه، 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 کنار
دیگ بزرگ آش هستیم. این شاید اون آشیه که در شاهنامه میگفتن آشپز. هیزم این زیر داره میسوزه، هیزم های بسیار زیادیه و دیگ بسیار داغ. این آش به زودی به صورت یک کود از غذا تبدیل میشه. چی هستش؟ چه چیزایی اول؟ یکمش در خزان روغن. اول روغن، بعد پیاز، گوشت، سبزی یعنی هویج و دو نوع هویج زرد یا سفید تقریبا که به انگلیسی میگن پارسنیپ و هویج نارنجی رنگ خودم. بعد برنج روش. نه، از پیش شما میپزید برنجو یا نه این رو میریزی میپزین؟ اینجا با بله همین بله. ولی قبلا خیس خورده. و این آش خوراک ملی است. البته ملی آش. بله، ولی گوش مخلوط از زبان توش مغزه نه؟ چیزی میشه در نهایت شبیه به کله پاچه با برنج مخلوط، حتی کمی شیرین پلو. برای ما ایرانی ها انگار شیرین پلو و کله پاچه و برنج با هم قاطی شده. ناگفته نمونه که آش غذای ملی کشور تاجیکستان هم هست و شاید از طریق تاجیک ها وارد ازبکستان شد. مهمانان اولین اتوبوسشون وارد شد. ما نمیدونیم کی هستن، نمیدونیم موزیسین هن، نوازنده یا مهمان های هن که دولت اینجا دروره دونه دعوت کرده بیان. هره باش آشنا میشیم. هره چه خیر مقدمیم. نوازنده زنبورک. دخترانی هستن با لباس عروس سمرقندی. در این قسمت از دنیا یعنی ازبکستان بخش تاجیکیش که سمرقند و بخارا میشه که مردمش تاجیک هستن و فارسی زبان، لباس های عروس متنوعی وجود داره که من نمیدونستم و با خبر شدم. لباس عروسان بخارا با عروسان سمرقند فرق میکنه و این مابین هم حتی مهاجران ایرانی که در این چند صد سال به اینجا اومدن لباس های عروسشون با بقیه فرق داره. و جالبه که بدون عروسا نباید لبخند بزنن، اینا هم نباید بخندن و نخواهن خندید. حالا تفاوت این لباس ها رو براتون توضیح میدم. این پوشاک عروسان بخارا هستش که شباهت بسیار زیادی داره به لباس خانم ها در دوره اشکانیان و پارتیان. میبینید توی نقش های برجسته همین شکل هست با یک تور و یک تاج و لباسی بسیار شاید و همین. عروس های ایرانی لباسشون این چه نمیشه ببینم کنسی توری سرشون نمیشه بچرخید به این شکل هست توری برگردی. و عروس های ایرانی این سربند رو دارن از نقره و پر، خیلی جالبه. و این هم مادر شوهر هستش، میشه ببینیم کمی. اینا آستین هاشون. اینا دوتا آویزه هستش، خیلی زیبا. و لباس شما خیلی متشکرم. شما کجایی هستی؟ سمرقندی؟ ایرانی نیستی؟ ایرانی نیستی نه. و این هم پوشش عروس های آینده ایران، امیدوارم به جای اون لباس اروپایی میشه اینو پوشید. سپاس از شما. صدای بوق و دف جشنواره ترانه شهر در ازبکستان در سمرقند. سبوکه. نفس بخور. Oh, my God.
اینجا یک نمایش کوچیکه که مثلا یکی از سرداران و میشه گفت اشراف تیموری اومده داره دستور خربوزه میده. آها این خوبش رو به من دادن. تانکیو. اوه اوه خیلی سنگینه. خربوزه سمرقندی هستش. سمرقندی است. بسیار سنگین، بدون شک شیرین و ترد خواهد بود و حسایی خواهد داشت که تخمای بسیار خوبی خواهد داد. تخم کدو، نمیدونم تخم خربوزه ببخشید. و جالبه، من چند سال پیش که اینجا بودم دیدم ازبک ها که اینجا فرودگاه میرفتن به اروپا پیش اقوامشون از این توی ساک دستی میبردن، چون بهش خیلی افتخار میکنن به خربوزهشون. حتی این خربوزه خوره کوچیکه، معمولا اینقدری من دیدم دستشونه. اینو چون دیدم من زور ندارم دادن دست من. اینجا بازاره دیگه. حالا شما سلام علیکم. بابا چاقوی سمرقندی فولاد. دو چاقولارمز تیموریلر دورده بی شکل. این شکل چاقوی تیمور لنگ رو ساختن. درست است؟ و خیلی هم تیزه. بابا این هم سمرقنده. تمام سمرقند اینجا کشیدن. ایشون هنرپیشه با سابقه تئاتر هستند و همینطور بدون شاید از سینما هم بودن. نامشون هم هست تیشه؟ نام من تیشه. ما داریم با هفت فرزندی دیگه. شیش چیزه گور کرگی. شش فرزند دیگه در گذشته ایشون زنده بودن، اسمشون گوشن تیشه چون سفتند و برنده. تیشه بانه آهم بره اخبا بان باند. شما بخارا هستی؟ بخارای شریف. بخارای شریف. نقش امیر تیمور. خیلی خوشبختم. امیر تیمور از سمرقند بود یا بخارا بود؟ از سمرقند 150 کیلومتر. آها. زادگاه ایشونه. بخارا ایشون بود. در شهر سبز به دنیا اومد امیر تیمور و در سمرقند درگذشت. خیلی متشکرم. شما نمایش دارید دیگه؟ حافظ شیرازی بیتش است. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دلی ما را، به حال هندویش بخشم سمرقند و بخارا. و دود نان بلند شده، دارن تنورا رو با هیزم داغ میکنن و آماده تنورای کاهگلیه و باید توش سفاله. اینا هم نونهای سمرقندی و معروف ازبکستان هست. خوب هستین شما؟ سمرقند نانه. نامش چیست؟ نامش سمرقند نانه، گلاسیا نانه. و این نون داغه و بسیار نون سنگینیه. توش چه استفاده شده؟ آب. چرا سنگینه اینقدر؟ خمیرش آبش کم. آبش کمه ها، این داستانش هست. بسیار عالیه، امشب در ضیافت این نان رو خواهیم خورد. نان سنگین سمرقندی، شبیهش جای دیگه من ندیدم. با اجازه شما. مرحبا.
توش شبیه به نون شیرمال خودمونه و هنوز بخار داره. به به، با اجازه شما برسیم. شبیه ترین چیز به این داخل نون بربری شبیه به این هستش. حتی بربری پوپتره، این خیلی قریستره، مثل نون شیرمالیه که شیرین نیست. خیلی متشکرم. شما اسمتون؟ زخید آرزو کل. به به، آرزوی کل. خیلی متشکرم. این نان ذرت هست، خشکه و پوک. نان ذرت. نان جو هستش یا جو پرک فکر کنم، ما اسما رو قاطی میکنیم. شبیه بیسکویت خشکه، یا مثل نونقندی خودمونه. نونقندی ولی شیرین نیست. حالا گفتیم شیرین نیست، این با شکر درست شده، اینم با پیاز. نون روغنی که حالا با پیاز هم هست رو من شبیهش تو خونی هم دیدم. میگن در خراسان هم هست، در ترقبه با پی حتی درستش میکنن. تو قونی پنیر هم بود، اینجا با پیازه. نون روغنیشون هستش. این همین نونیه که میگوتن شبیه بیسکویته. این یه نوعشه که نوشتن سال 2019 که 1398 هستش، جشنواره ترانه شرق در سمرقند. اینجا نوشته شده. خریدم دو گوشمار بابا رحمان، مرمتون گلا بردم با بازار بابا رحمان، مرمتون خریدم دو گوشمار بابا رحمان، مرمتون گوشمار در گوش کردم بابا رحمان، مرمتون شمای بیهوش کردم بابا رحمان، مرمتون گوشمار در گوش کردم مهمانی دیگه به مراحل خوردن غذا رسه. ما هم در جوار دوستانمون هستیم از جمهوری آذربایجان، آقای نامیق موسالیق که متخصص تاریخ هستن. به من ایشون یاد دادن که بین صفویان و تیموریان آشتی بوده اوایل، قبل از اینکه صفویان به قدرت برسن. خیلی یاد گرفتن از شما. ایشون هم یه خبرنگار هستن از جمهوری آذربایجان. به حال قبل از اینکه ببینیم ما چه آتیشی سوزودیم اینجا، ببخشید، این همون آشه که پخته شد توی دیگ ها. من گیاهخوارم ولی به خاطر دوربین و شما اینو مزه میکنم، فقط برنجش رو ببینم چه مزه میده. میگم با روغن کنجد درست کردن، البته من فکر میکنم با روغن پنبه درست شده، ولی خب میگن کنجد. با اجازه گیاهخوارا، برنجش خب خیلی سفت جویدنی تره. همونجوری هستم، شبیه شیرین پلویی که شیرین نیست چون توش کشمش هم داره. این هویجش هم من با عزتون بخورم، هویجش هم شیرین نشده، مزه سبزی رو میدارست. بی‌نهایت چربه و بدون شک هر یه بشقاب سه نفر رو سیر خواهد کرد. بچه شما خوش بخوردید دیگه، سیر شدید حسابی. خوبه. به هر حال اگه غیر از اینم باشه مراعات میکنم، میگم خوبه، ولی واقعا این بهتر از آشی بود که ما چند روز پیش در یک رستوران خوردیم. عالی بود واقعا، سپاس ازشون. در دیگهای بزرگ این پشت میپختن در تمام روز. این شب شبی تا بیستون بی بی ریحان، مرامتون بازار با خیلی ارزان بی بی ریحان، مرامتون این شب شبی تا بیستون بی بی ریحان، مرامتون. چند ساعتی میشه که مهمان ها رسیدند، سخنران ها هستند، متخصصین هستند، کسانی در زمینه تاریخ این منطقه استادند. حتی از بریتانیا کسانی دیدم که در دانشگاه بریتانیا درس میدن، خودشون بریتانیایی هستن ولی به زبان فارسی حتی بلدن صحبت کنن. و در اینجا بازارهای کوچکی رو درست کردن، نمونه هایی از کشور در اینجا هستش، از خوراکی ها، از کارهای دست، از کارهای فرهنگی، همه اینجا هست دور تا دور. حتی نمایش های واقعی رو درست کردن از ازبکستان زمان تیموری،
در یه صحنه ما دیدیم یه عده به صورت گدا که یک سری رشته جلوی چششون بود از خجالت میرن توی بازارها آواز میخونن و در ازاش میوه و غذا میگیرن از بازاریان و عینش رو اینجا بازسازی کردن. یک صحنه نمایش ایجاد کردن و ضیافت، اینها همه آغاز جشنواره ترانه شهر است که مسابقه ایه در اصل بین گروه های موسیقی محلی و سنتی و ملی کشورهای محدوده حتی تا اروپا در این جشنواره. همزمان با مهمونی که ما توش بودیم در مرکز شهر سمرقند داشتن گشایش جشنواره رو تمرین میکردن تمام روز و ساعتها این تمرینشون طول کشید تا رسید به شهر. و آخر شب همه ما را از مهمونی جمع کردن و بردن به محل جشنواره که ببینیم چه خواهد شد. ما از باغ شمال اون ضیافت، بازارهایی که ساخته بودن، موسیقی، کارهای شعبده‌بازی که میکردن و آکروباتی که میکردن اومدیم به ریگستان تا چند لحظه دیگه دارن یک شوی رو نشون میدن با نور و صدا در این ریگستان که زمانی مرکز دانش و مذهب در منطقه بوده. فکر نمی‌کنم هیچ وقت این مدارس فکر می‌کردن که روزی به این شکل نورانی بشن. به جای نور الهی نور زمینی ببینی. در پایان امروز نور، صدا و تصویر و چقدر زیبا از این سه مدرسه به عنوان یک پرده سینما استفاده کردن و تاریخچه این کشور، کشورهای اطراف، راه ابریشم، تاریخ بشر رو حتی مطرح کردن و نگاه کردن به آینده. و برای من خب بدون شک برای بسیاری از ما کتاب اوستا رو که نشان دادن که پایه اخلاقیات ما، اخلاقیات باستانی و ریشه ما هست، اونجا نشون دادن که سه اصل: گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک. و این بود پایان این روز بسیار زیبا و پر از جشن در سمرقند. در برنامه‌های آینده این مجموعه با تاریخ مشترکمون با ازبکستان آشنا میشیم. و با موسیقی رنگارنگی از کشورهایی که در جشنواره ترانه شرق شرکت کردند، جشنواره‌ای که اصلا به خاطرش اومدیم سمرقند و این سری برنامه رو ساختیم.